فرمانده اندرابی به مخابره صدا میزند. خانه تان آباد، شما چرا ما را میزنید؟ کی برای تان دستور شلیک بر ما را میدهد؟ و با این صدا زدن با شلیک دهشکست هوا بر او گلوله باری میکند. برای جزئیات ما را همراهی کنید، کانال را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر شوید. فواد اندرابی فرمانده محافظت بند سلما در هرات که به دستور رهبری قول اردوی ظفر با هدف پاکسازی ولسوالی دولتیار به غور فرستاده شده بود، در نبرد با طالبان اما به صورت هدفمند توسط چرخبال ارتش کشته شد. احمدی در صفحه فیسبوکش نوشته است: اطلاع موثق من از چگونگی به شهادت دادن فرمانده فواد اندرابی. نیروهای امنیتی برای بازپسگیری قریه های سمک و پشتنور ولسوالی دولتیار صبح امروز عملیاتی را راه اندازی کرده بود. در این عملیات قریه‌جات پشتنور کاملا تصفیه می شود و نیروهای مردمی مقاومت با نیروهای امنیتی برای تصفیه سمک وارد آن قریه‌جات می شوند. با محض اینکه نیروهای هوایی به کمک نیروهای امنیتی می رسند، در موقعیتی که فرمانده فواد اندرابی با افراد تحت امرش مصروف عملیات بوده، از بالا بر ایشان و همسنگرانشان انداختهای دهشکه صورت می گیرد و دو تن از همسنگرانش زخمی می شود. فرمانده اندرابی به مخابره صدا می زند: خانه تان آباد، شما چرا ما را می زنید؟ کی برایتان کردینه زدن ما را می دهد؟ و با این صدا زدن می خواهد همسنگرش را که زخمی شده است بکشد. در این اثنا با شلیک دهشکه پای هم از هوا بر او گلوله باری می کند و او را شهید می سازد. واکنش او را می توانید با آزادسازی طالبان از سوی غنی احمدزاده در نوشته دیروز فرمانده اندرابی بخوانید. حسن علی عدالت در صفحه فیسبوکش نوشته: ماتمداری امرالله صالح و لاشخوران آویزان به ارک برای شهادت فرمانده اندرابی مضحک و خنده آور است. همین دو روز قبل فرمانده اندرابی از رهایی 900 نفر تروریست از زندان‌های انتقاد کرده بود که این امر باعث خشم طالبان گردید و در دفاع از ارک فرمانده اندرابی را به شهادت رساندند که نمی‌داند که این 900 نفر قاتل هزاران اندرابی خواهد بود و هزاران اندرابی دیگر را بعد از رهایی خواهد کشتند. امرالله صالح و لاشخوران آویزان به ارک به جای ماتمداری برای فرمانده اندرابی باید یخن سرکرده تاریخ گذشته قبیله را بگیرند که باری های تروریست ها از زندان زمین ساز قتل سربازان و افسران می گردد. یاد فرمانده اندرابی گرامی باد.